سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن. توی کوه سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت صدا و تصویر این شبکه هستید. این برنامه رو با همکاری افشار سیگارچی و همینطور خانم غزاله به شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم. در برنامه قبلی خودم دو تا کلیپ ویدیویی رو برای شما پخش کردم از گستردن اختلاف عرب و اسرائیل، نه تنها بین نظامیان و بزرگسالانش، بلکه بردن اون میون بچه ها. عجیبه، ظاهرا هیچ کس در این منطقه در پی ایجاد آرامش بین عرب و اسرائیل نیست، بین فلسطینی ها بهتره بگم، بین ساکنان نوار غزه و اسرائیل نیست. اسرائیل بعد از کشته شدن سه جوان یهودی به قول مهمان امروز برنامه من گوش خوابوند تا در فرصت مناسب به دنبال انتقامی مهلک از ساکنان نوار غزه باشه. و خب امروز وارد 15 یا 16 روز این آتش بزرگ در منطقه هستیم. تا کنون نزدیک به 600 نفر فلسطینی جان خودشون رو از دست دادن و در مقابل بیش از 30 نفر اسرائیلی هم به قتل رسیدن. هزاران نفر بی خانمان شدند. هم عجیبه، دنیا با یک نوع تأنی و بی تفاوتی کامل به این جنگ نگاه میکنه. کسی نگران بچه ها نیست، کسی نگران ویرانی هایی که به وجود میاد نیست، کسی نگران جان هایی که باخته میشه نیست. و آتش افروزان دو طرف سعی میکنند بچه ها رو برای این ستیز آماده بکنند. به هر حال آتش از هر دو طرف دامن زده میشه و آتش از هر دو طرف به قول معروف گیرونده شده، اما حقیقت امر این است که اسرائیل در این نبرد و در این کشتار دست بالا رو داره. دکتر محمد سهیمی در مقاله خودش می نویسد که یک عضو مهم پارلمان اسرائیل پیشنهاد قتل عام مردم فلسطین رو داده. این عضو پارلمان اسرائیل کودکان فلسطینی رو مارهای کوچک تلقی کرده است. با این طرز تلقی آیا امکان دارد که ما روی صلح رو در منطقه ببینیم؟ به راستی افکار عمومی اسرائیل اگر بر مبنای آراء دریافتی آقای نتانیاهو ارزیابیش بخوایم بکنیم، از این همه جنایت حمایت میکنه و در مقابل این چه نیروهایی هستند که در نوار غزه بر این راکت اندازی و بر این تشنج دامن میزنند؟
دست جمهوری اسلامی آیا در کار هست یا نیست؟ اتهاماتی که به جمهوری اسلامی در اتحاد با حماس و سایر نیروها زده میشه درست است یا نیست؟ امروز مهمان من دکتر محمد سهیمی است. با نظرگاه‌های محمد سهیمی اغلب کسانی که اهل کار سیاسی هستند آشنا هستند. او در تحلیل‌های خودش من ندیدم جایی حق رو به اسرائیلی‌ها بده. اما محمد سهیمی ازش من خواستم که آیا مایل به این هست که در برنامه با کسی دیگه مناظره‌ای باشه و گفتگویی باشد که بشود تعادلی رو در بحث به وجود آورد. او ابراز تمایل کرد که در یه همچین مباحثه‌ای شرکت بکنه. اما وقتی به حامیان اسرائیلی رو آوردم برای شرکت در برنامه، اغلب اونها گفتند که بگذارید این آتش بخوابه، بعد می شود در این برنامه ها شرکت کرد و اظهار نظر کرد. حیرت انگیزترین جوابی که ممکن بود درباره این مطلب من بشنوم. به هر حال امروز من برنامه خودم رو با حضور دکتر محمد سهیمی برگزار می کنم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که شخصیتی است آگاه در این زمینه. اگر تحلیلگران که معتقدند اسرائیل در این مجموعه دارای حقی هست که تضییع شده، می توانند با من تماس بگیرند. از اونها هم دعوت می کنم تا در برنامه شرکت بکنند و امیدوارم در آینده طرفداران و حامیان نتانیاهو و سایر نیروهای اسرائیلی که معتقدند در تحلیل های یک طرف نباید رفت، دعوت تلویزیون رو برای حضور در این نوع مباحثه ها موکول نکنند به پایان جنگ فعلی، درگیری های فعلی. این کار ما نیست در تلویزیون که صبر بکنیم تمام جریان تمام بشه و بعد بشینیم نگاه بکنیم به ماجرا. بنابراین همونطور که خدمتتون گفتم، مهمان گرانقدر من آقای دکتر محمد سهیمی هستند. اما قبل از اینکه با ایشون صحبتم رو شروع بکنم، میخوام نکته ای رو به شما بگم که متذکر شدم، اینکه چرا بچه ها رو وارد میدون کردیم. اگر نیروهای اسرائیلی واقعا معتقدند که حماس و این نیروهای ضد اونها دارن عمل میکنند، خب شما که این همه تکنولوژی پیشرفته در اختیار دارید، جوری عمل بکنید که بچه ها رو لااقل نکشید و از بین نبرید. افشار سیگارچی همکار آگاه من در اتاق فرمان هست. از افشار خواهش میکنم، این پیش بینی نشده بود ولی الان میگم توی فایل دو سه روز قبل هست، شما نگاه کنید فاصله ای که بین لحظاتی که اسرائیل اطلاع میده میخواد جایی رو بمب بندازه و جایی رو منفجر بکنه و اجازه میده که اگر کسانی هستن از ساختمون خارج بشن چقدره. به روایتی من شنیدم 1 دقیقه است، به روایتی من شنیدم 5 دقیقه است. خب شما به این نگاه کنید، ببینید این تکنولوژی که تا این حد اینها جلو رفتند، خب آیا شما چرا 5 دقیقه فرصت میدید برای خروج مردم از ساختمان‌هاشون؟ 5 دقیقه یک سالمند، یک خانواده بچه کوچک دارن، اینا چطوری میتونن از خانواده خارج بشن؟ آخه کجای این درسته؟ کجای این نشانه یک دفاع در مقابل یک عده تروریست؟ دقت کنید، ابتدا وقتی میخوان جایی رو بزنن هشدار میدن با پوکه اسلحه، با پوکه اون بمب، با هر وسیله‌ای که هست، در واقع یه خورده ساختمان رو ویران میکنن، اطلاع میدن، ولی ویرانی اساسی اتفاق نمیفته. بعد در فاصله چند دقیقه کار ساختمان رو تمام میکنن. علت، یکی از علل افزایش جمعیت کسانی که جانشون رو از دست میدن، مردمی هستن که ساختمان رو رها نمیکنن و ول نمیکنن، میگن بکشید ما رو. با هم نگاه میکنیم، لطفا تکرار کنید. این هشداره، ساختمان هنوز سر جاشه.
بله ملاحظه فرمودید. جالبه که ساکنان این ساختمان ها خانه ها رو ترک نمی کنن، به این هشدار توجه نمی کنن، میگن میخواید بکشید، اینجا خانه ماست، ما از خانه‌مون فرار نمی کنیم. علی رغم همه این مقاومت ها هزاران فلسطینی آواره شدند. من نمیخوام که جانبدار فلسطینی ها باشم، ولی این حقایقی است که ما داریم مقابل چشمان خودمون میبینیم. توضیح کافی و وافی از طرف طرفداران دولت آقای نتانیاهو لازمه تا این سوء تفاهم ها از بین بره، تا این اگر میساندرستندگی هست، اگر کج فهمی هست اصلاح بشه. ولی عجیبه، همه موکول به بعد میکنند. حالا اجازه بدید به شما دو تا کلیپ دیگر رو که قبلا هم دیدید ولی بسیار گویا هست نشان بدم، از تشویق هر دو طرف به ورود کودکان در جنگ و ستیز. اگر اجازه بدید ابتدا با کلیپی که اسرائیلیا تهیه کردن برای تشویق بچه هاشون و معتقد کردن اونها به جنگ و کشتار با هم نگاه میکنیم به اون، بعد میریم سراغ ساکنان نوار غزه با هم نگاه. شبت با بوکر یوم یفه ایما شتا همون کفه افشار الیخت لیرکون ولشوت شم بسیرا עולה את הילד סוף החום ולשוב בחזרה. פעם ראשונה שלך פה? לא, הייתי בתל דוב חצור. אתם הראיתי לכם את הכלי נשק, נכון? את הרובה, את המאג, את ה-05, מקלעים, נכון? מרגמה, הסברת לכם מה זה רימון. זה פעם ראשונה שלך במקום הזה? ואתה אוהב את המקום? יש לנו כאן את המרכבה שהיא תפארת המדינה שלנו. פה הייתי פעם שנייה כבר, זה חיל השריון, יד השריון. חיל הים הייתי באשדוד. מצודת יואב, מורשת של חיל גבעתי. מה כשאתה מקבל, כשאתה לוקח רימון ביד? איך מפעילים אותו? אתה פותח את הפקק ואז זורק אותו. את המצרה. ואז אתה זורק אותו לעבר האויב. ומה הבעיה? בצבא בחיל גבעתי, בעורב. הוא היה בגבעתי. כן. ומה אתה רוצה להיות? גם, להמשיך אותו. אני חושבת שאני אהיה חיילת קרבית. כן? אז אתה רוצה להיות תותחן שתהיה גדול? אתה רוצה להיות בתותחנים? כן. ואיפה אתה רוצה להיות? כשאתם נמצאים על הטנק, אתם מדמיינים משהו? הם כאילו במלחמה ויורים על הטנק ומנסים לפגוע בי. מה דמיינת? שאני הורגת אנשים. הם מסורים והם לובשים מדים בצבע חום ירוק. מה? ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ומה אתה מדמיין שאתה נמצא על טנק? כלום! ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת על הטנק, יורה בכולם, טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש? הרגשתי מאושרת. איפה בצבא היית רוצה לשרת? בצפון, בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון? לבנון, הייתי הכי רוצה בלבנון. איפה היית רוצה להילחם? בעזה. אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון. לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם. אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל... בלי בינדגון עזיז. אמא אין תנה ישראלי ها نیستند که بچه ها رو تشویق به حضور در این جنگ میکنن. نه. ساکنان نوار غزه و فلسطینی ها هم دست کمی از اسرائیلی ها ندارند. با هم نگاه میکنیم. Thank you.
بینندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان ارجمند این ساعت همصدایی جناب دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه USC و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، خاورمیانه و جهان هستند. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. خدمت شما جناب فروزنده و هموطنان عزیز که برنامه شما رو تماشا میکنم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم در برنامه شما شرکت میکنم. اجازه بدید در ماه مبارک رمضان آرزو کنم که عبادات مؤمنین واقعی و که مقصودم اونهایی هستن که دین براشون ابزار قدرت و ثروت نیست، مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. سپاسگزارم از اینکه تشویق دید و در خدمتتون هستم. جناب دکتر سهیمی، شما این برخوردی رو که به 15 روزش ما رسیدیم، یعنی وارد 16 روزش شدیم و با این تلفاتی که تاکنون داده و با این دامنه گستردهی که پیدا کرده، شما ریشه‌شو در کجا می‌بینید؟ ببینید جناب فروزنده، قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، اجازه بدید که من آخرین آمار کشته شده ها رو بدم که این درست قبل از خروج من از منزل بود که بیام استودیو خدمت شما. تا اون لحظه، یعنی حدود یک ساعت و نیم قبل، 616 فلسطینی کشته شدن که از این 616 فلسطینی 155 تاشون کودک خردسال و یا نوجوان فلسطینی بودن که دقیقا میشه 1/4 تعداد کل کشته. 3700 فلسطینی زخمی شدن. به گزارش سازمان ملل 100,000 نفر از مردم غزه جابجا شدن، حالت به اصطلاح پناهندگی داخلی نوار غزه رو پیدا کردن. 1125 تا کودک از 3700 تا مجروح، از 1125 تاشون کودک هستن. و اسرائیل اکثریت قریب به اتفاق زندانیان فلسطینی رو که در معامله قبلش با حماس آزاد کرده بود رو همه رو دوباره در که در کرانه غربی رود اردن زندگی میکنن همه رو بازداشت کرده. حالا ببینید، ریشه این قضیه برمیگرده به اشغال سرزمین‌های فلسطینی در مورد اسرائیل. ما هر چیز دیگه‌ای که بگیم باید اول اصل قضیه رو در نظر بگیریم. من اگر سرما بخورم و شروع کنم سرفه کردن، سرفه من سیمتوم بیماری من، یعنی سرماخوردگی منه. اصل قضیه سرماخوردگی منه. تا سرماخوردگی من مورد معالجه قرار نگیره، سیمتوم هام از بین نمیره. اصل قضیه اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل. من به تأسیس اسرائیل در 1948 کاری ندارم. اسرائیل واقعیتیه. من هم به عنوان یک تحلیلگر ایرانی، روشنفکر ایرانی، هر چیزی با مخالفتی با وجود اسرائیل در اونجا ندارم. البته من معتقدم که بهترین راه حل واسه اون ناحیه تشکیل یک کشور واحد از اسرائیل و فلسطینه، ولی خب اسرائیل اونجا وجود داره، حرفی هم نداریم. ولی از 1967، از جنگ اکتبر 1967 تا به حال، سرزمین‌های فلسطینی در اشغال اسرائیل بوده. نه تنها فقط در اشغال فلسطینی‌ها بوده، بلکه اسرائیل با مردم فلسطین رفتاری داشته که نقض تمام قراردادهای بین‌المللی در مورد رفتار مردم سرزمین‌های اشغال شده توسط نیروهای اشغالگر. سازمان ملل در 1948 بیانیه‌ای صادر کرد و اینو در قسمتی از منشور سازمان ملل گذاشته. مردمی که کشورشون توسط یک نیروی خارجی اشغال بشه، حق مقاومت در برابر اشغال رو دارن و حق دارن که این مقاومت رو به هر شکلی که صلاح میدونن انجام بدن. ریشه قضیه اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل. ریشه قضیه تاراج منابع طبیعی مردم فلسطین توسط اسرائیل. 55% آب آشامیدنی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی میاد، از بلندی‌های جولان و کرانه باختری رود اردن. در حالی که مردم فلسطین در کرانه غربی رود اردن اگه بخوان از یک جا به یک جای دیگه حرکت کنن، باید از ده‌ها چک نظامی اسرائیل بگذرن که خیلی مواقع هم که من در مقالم ذکر کردم، به عنوان مثلا یک خانم فلسطینی که حامل است میخواد به بیمارستان بره برای اینکه بخواد وضع هم کنه، باید از اینا بگذره. در این حال ما شهرکای اسرائیلی رو روز به روز در کرانه باختری بود و اردن میبینیم که گسترش پیدا کردن. اونهایی که اونجا زندگی کردن باغ‌های زیبا دارن، استخرهای زیبا دارن، از نعمت کامل برخوردارن. درختان زیتون فلسطینی‌ها، باغ‌های فلسطینی اونجا در بارها و بارها نابود شدن بدون اینکه اینا رو بخوان به شهرک‌ها اضافه کنن. و فلسطینی‌ها نه
به اصطلاح حقوق مساوی از حقوق مساوی که شهروندهای اسرائیلی دارن برخوردارن و نه دولت و کشور مستقل خودشون رو دارن. همین بعد از اینکه سه نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها کشته شدن که البته این یک فاجعه انسانیه و باید محکوم بشه و کسانی مثل من محکوم میکنن، چون در سطح انسانی هیچ فرقی بین یک نوجوان اسرائیلی و یک نوجوان فلسطینی نیست. همونقدر که یک مادر فلسطینی ناراحت میشه، یک مادر اسرائیلی هم ناراحت میشه. بنابراین اینجور رفتار کاملا محکومه. ولی وقتی که این سه نوجوان کشته شدن، اولا آقای بنیامین نتانیاهو میدونست که این سه نوجوان کشته شدن، ولی اعلام کرد که اینا دزدیده شدن و این رو به عنوان بهانه استفاده کرد که چیکار کنه، به حماس حمله کنه. اتفاقی که افتاد این بود و به نظر من این اشتباه استراتژیک بود که آقای نتانیاهو کرده و این برآورد غلطی بود که آقای نتانیاهو کرده. حماس در غزه به نظر من ایزوله شده بود، به دلیل اینکه مهمترین حامی حماس اخوان المسلمین در مصر بود که اون هم توسط کودتای مصر سرنگون شده بود. حماس با وارد شدن به دولت به اصطلاح اتحاد ملی با فلسطینیا، با دولت آقای محمود عباس، در واقع تمایل خودش رو به شرکت در مذاکرات صلح نشون داده بود. آقای نتانیاهو با این مخالف بود. اول که این دولت تشکیل شد، دولت اسرائیل سعی کرد که دولت‌های جهان رو مجاب کنه که با این دولت کار نکنه. ولی حتی دولت آمریکا اعلام کرد که با این دولت کار خواهد کرد. کشورهای اروپایی اعلام کردن که با این دولت. بنابراین وقتی اون سه نوجوان اسرائیلی به دست فلسطینی‌ها کشته شدن، آقای نتانیاهو با وجودی که آگاه بود که این سه نفر کشته شدن، اعلام کرد که اینها روبوده شدن و اینا دارن دنبال اینا میگردن و از اون برای حمله به حماس و نابودی حماس به عنوان بهانه استفاده کرد. و بنابراین با وجودی که حماس رو کسانی مثل من اصلا قبول ندارن از لحاظ سیاسی، من حماس رو به عنوان سیاسی قبول ندارم. حماس یه سازمانی است با تفکر اسلامی خیلی محافظه‌کار، مثل اخوان المسلمین، در واقع شاخه فلسطینی اخوان المسلمینه و تاکتیک‌های حماس در بسیاری از مواقع تاکتیک‌های درستی نبوده و خسارات مالی و جانی زیادی داشته. ولی در این حال حماس و هر کاری که می‌کنه قسمتی از تلاش مشروع مردم فلسطین برای آزادی سرزمیناشونه. تلاش مردم فلسطین برای آزادی سرزمیناشون یک تلاش مشروعه. این مشروعیت رو منشور سازمان ملل بهش داده، این مشروعیت رو کشورهای جهان بهش داده. هر مردمی که کشورشون توسط نیروهای خارجی اشغال شده باشه، این اجازه رو دارن که در برابر اشغال مقاومت کنن. بنابراین این دوگانگی که ما به وجود آوردیم که حماس موشک میزنه و اسرائیل از خودش دفاع میکنه، این دوگانگی کاذبه. ببینید یه مثالی خدمت شما میذارم آقای فروزنده. اول جنگ ایران و عراق، عراق بخش مهمی از سرزمین های ایران رو اشغال کرد، در خوزستان، در ایلام، در کرمانشاه. حالا اگر نیروهای ایران از تهران یا همدان به بغداد موشک میزدن، عراق حق داشت بیاد روی تهران بمب شیمیایی به عنوان مثال بزنه، بگه ما داریم از خودمون دفاع میکنیم، حمله کردن دارن ما خودمون دفاع میکنیم. یعنی چه؟ عراق سرزمین های ایران رو اشغال کرده. بنابراین ایرانیان در بقیه ایران این حق رو دارن که به هر وسیله‌ای که ممکنه اشغالگران رو از سرزمین خودشون بیرون کنه. بنابراین این صحبتی که ما اونجا نشستیم و اینا به ما موشک زدن و باید از خودمون دفاع کنیم، به نظر من این یک صحبت کاذبه. به دلیل اینکه ما اینجا دو تا کشور مستقل که نداریم که یکی اسرائیل باشه که فلسطین باشه و یهو فلسطینیا دیوانه شده زده به سرشون دارن به اسرائیل حمله میکنن. نخیر، من و شما ممکنه تاکتیک موشک زنی حماس رو قبول نداشته باشیم، خود منم در بسیاری مواقع قبول ندارم، ولی این بخشی از مبارزه مشروع مردم فلسطین برای آزادی سرزمین ها و تشکیل کشور مستقل فلسطینه. بذارید دو سه تا نقل قول کنم از شخصیت‌های اسرائیلی برای شما. خانم امیرا هاس
یک روزنامه‌نگار برجسته اسرائیلی در روزنامه هارتس هم می‌نویسه. ایشون خانواده‌اش در واقع هولوکاست به کلی از بین رفتن. ایشون میگن که نوار غزه تبدیل به کانسنتریشن کمپ شده، یعنی جایی که زندانی‌ها رو نگه می‌دارن که بعداً نابود کنن. بنابراین وقتی شما نوار غزه رو تبدیل به کانسنتریشن کمپ می‌کنید، انتظار داشته باشید که مردم غزه تونل‌هایی رو در اینجا ایجاد کنن که بخوان از این کانسنتریشن کمپ آزاد بشن. آقای گیدئون لوی، نویسنده دیگه روزنامه هارتس، میگه که اسرائیل سیاستش از 1982، یعنی بعد از هجوم به جنوب لبنان، کشتن هرچه بیشتر عرب بوده و اسرائیل هیچ علاقه‌ای به صلح نداره. آقای یوری افناری، یک چپگرای اسرائیلی بسیار مترقی، میگه مردم غزه رو ما داریم شکنجه میدیم. آقای ریچارد فالک، کلمی هستن، شخصیتی هستن بسیار، معذرت میخوام، بسیار عالی، استاد دانشگاه پرینستون هستن، میگه غزه در حال شکنجه است. آقای یوری اینجا نوشتم، آقای اجازه بدید واسهتون بخونم، اینجا رو من نوشته بودم که یادم نره. آقای برنارد آویشای که نویسنده خیلی مهمی هستن، ایشون استاد هیبرو یونیورسیتی آف جروزالم هستن، ایشون میگن که حرفی که میزنن اینجوری، اینو متن انگلیسی رو میخونم و بعد ترجمهش رو خدمت شما عرض کنم که البته شما احتیاج به ترجمه ندارید. It is morally reckless to think that peace is the same thing as quiet, which can be purchased if only temporarily with intimidation. Israel has committed war crime in Gaza. اینشون این مقاله رو در نیویورکر هفته قبل گفتن. یعنی میگه این توهمه که اگه ما فکر کنیم حمله ای از طرف اسرائیل وجود نداشته باشه، معذرت میخوام، از طرف فلسطین وجود نداشته باشه، ما صلح داریم. نخیر، صلح نداریم. صلح فقط وقتی برقرار میشه که حقوق حقه هم مردم فلسطین و هم مردم اسرائیل داده باشن. مردم اسرائیل حق دارن کشور خودشون داشته باشن و در صلح زندگی کنن، ولی عین این حق رو مردم فلسطین هم دارن. مردم فلسطین هم باید حق داشته باشن کشور مستقل خودشون تشکیل بدن که منابع طبیعیشون توسط اسرائیل غارت نشه، مرزاشون خودشون کنترل کنن، تصمیم‌ها در سطح ملی رو خودشون بگیرن. وقتی که این دوتا ایجاد شدن، وقتی کشور اسرائیل ایجاد شد، کشور فلسطین هم ایجاد شد و کشور فلسطین واقعا مستقل بود، اون وقت اگر فلسطینی‌ها به اسرائیل حمله کنن جنایت جنگی مرتکب شدن. ولی تا زمانی که سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل اشغال شده و تا زمانی که اسرائیل حاضر نیست حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین رو به خود مردم فلسطین بده، این جریان ادامه خواهد داشت. آقای اکبر گنجی مقاله بسیار زیبایی نشون در مورد اسرائیل حدود یکی دو ماه قبل در هافینگتون منتشر شد. ایشون به یه نکته خیلی جالب اشاره کردن که من تا به حال خودم به این فکر هیچ وقت نیفتاده بودم. ایشون در این مقاله گفتن که اسرائیل تنها کشوری است در جهان که مرزهای بین‌المللی نداره. بدانی که این مرزهای بین‌المللی اسرائیل دائما در حال تغییرن. اصطلاح قطعنامه شورای امنیت 181 که در 1948 اسرائیل تشکیل داد، بخش عمده فلسطین رو داد به اسرائیلیا، بقیه شد داد به فلسطینی ها. خیلی خوب، این مرزها در 1967 عوض شد. اسرائیل اومد کرانه غربی رود اردن و غزه رو، نوار غزه رو اشغال کرد. بعد در 1982 اسرائیل لبنان رو مورد حمله قرار داد و 18 سال جنوب لبنان توسط اسرائیل اشغال شده بود. شهرک‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن روز به روز جلوتر میرن. یعنی این مرز دائما در حال تغییره، این مرز دائما در حال حرکته. هیچ کشوری در جهان وجود نداره که مرزش به طور دینامیکی با زمان در حال عوض شدن باشن. تنها کشوری که این حالت داره اسرائیله. یعنی اصلا ما همچین چیزی رو در کل تاریخ ندیدیم که یک کشور مرزهاش دائما در حال تغییر بشن. نه تنها اون، دولت اسرائیل حتی اعلام نمیکنه که مرزهای مورد قبول دولت اسرائیل کجاست. یعنی اینا چی رو قبول دارن؟ آیا مرز 1967 رو قبول دارن؟ اگه مرز 1967 رو قبول دارن، خب چرا عقب نشینی نمیکنن؟ چرا مذاکره نمیکنن، عقب نشینی کنن؟ دو هفته پیش آقای بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ما در تحت هیچ شرایطی امنیت کرانه باختری رود اردن، یعنی سرزمین‌های فلسطینی رو به فلسطینی‌ها واگذار نخواهیم کرد. چرا؟ بدون اینکه اینها در واقع آقای بنیامین نتانیاهو با راه حل دو کشور، یعنی یک کشور اسرائیلی و یک کشور فلسطینی مخالفه. بنابراین تمام این حرف، البته
29 اسرائیلی یا 29 اسرائیلی کشته شدن که از این 29 اسرائیلی 27شون سرباز بودن، دوتاشون غیر نظامی بودن. من وقتی که امروز صبح تو اینترنت نگاه می‌کردم، مراسم تشییع جنازه واسه یک افسر اسرائیلی بود که در اون جوانان سرباز اسرائیل شرکت کردن و داشتن گریه می‌کردن. مسلمه این عکس ما رو تحت تاثیر قرار میده. هیچ کس نمیخواد که هیچ انسانی کشته بشه، چه اسرائیلی باشه چه فلسطینی باشه، ولی بین این دوتا ما حالت مساوی نداریم. تأکید بر اینه این دوتا مساوی نیستن. از لحاظ نظامی اسرائیل قابل مقایسه نیست با حماس، از لحاظ مالی و تکنولوژی اسرائیل قابل مقایسه نیست با حماس، ولی مبارزه مردم فلسطین برای تشکیل کشور فلسطین یک مبارزه مشروعه. این مبارزه مشروع تا زمانی که توسط اسرائیل به رسمیت شناخته نشه و تا زمانی که اسرائیل قبول نکنه که فلسطینی ها حق تشکیل کشور واقعا مستقل خودشون دارن، این ادامه خواهد داشت. آقای موشه یالون که وزیر دفاع اسرائیل هستن همین چند روز پیش گفتن که فلسطینی ها باید با گوشت و پوست و استخون این موضوع رو قبول کنن که شکست خوردن. آقای آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل میگه که ما باید اعراب اسرائیل رو از اسرائیل اخراج کنیم و اگر شد مردم فلسطین رو هم از کرانه غربی رود اردن اخراج کنیم. آقای نفتالی بنت وزیر دیگه کابینه آقای نتانیاهو میگن که ما باید تمام کرانه غربی رود اردن رو ملحق کنیم به اسرائیل و یک کشور واحد تشکیل بدیم، منتها این کشور واحد باید دو دست قوانین داشته باشه. این دقیقاً هست، برید ببینید در وبسایت هافینگتون پست قشنگ این رو توضیح داده. میگه باید دو دسته قوانین ما داشته باشیم، یه دسته واسه اسرائیلیا، یه دسته واسه اعراب. آخرین کشوری که واسه شهرونداش دو گروه قوانین داشت چه کشوری بود؟ آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید. آقای نفتالی بنت میگه عملاً میگه که ما باید در اونجا سیستم آپارتاید داشته باشیم و بعد میگه مسئله مردم فلسطین مثل یه تیکه گلوله میمونه که در باسن ما گیر کرده، نمیتونیم اینو درش بیاریم نه دردش از بین میره، باید تحملش کرد. خب ببینید وقتی که اتیتیود اینجوریه، اینها نقل قولایی که خودشون گفتن، من نگفتم، این نقل قولی است که جمهوری اسلامی گفته یا حماس گفته یا من گفتم، اینا چیزی که خودشون گفتن. وقتی خودشون اینجوری حرف میزنن چه انتظاری داری؟ میگن که این به این دلیل که حماس موشک پرانده. من این سوال رو میخوام بکنم، مگه محمود عباس و قبل از اون یاسر عرفات با اسرائیل قرارداد اسلو رو امضا نکردن؟ مگر حملات از کرانه غربی رود اردن به اسرائیل متوقف نشده؟ پس چرا اسرائیل هنوز از کرانه غربی رود اردن خارج نشده؟ برای این مسئله اصلا این نیست، مسئله این نیستش که جنگ هست یا نیست، مسئله عدم قبول مبارزه مشروع مردم فلسطین برای به دست آوردن استقلال در کشور خودشون. ببینید آقای دکتر سعیمی، یه سوال اساسی که برای من این روزا مطرحه و وقتی صاحب نظر رو پیدا میکنم ازش سعی میکنم که سوال کنم، اینو اینه که مردم اسرائیل در کجا هستن؟ اگر به سیستم مردم سالاری موجود در اسرائیل نگاه کنیم بر مبنای انتخابات و رأی، خب وقتی نتانیاهو به قدرت میرسه معنیش اینه که افکار عمومی اسرائیل هم از این جنگ طلبی، از این توسعه طلبی داره حمایت میکنه. این منطقی است که این آرا نشون میده، ولی برای من قابل فهم نیست. ببینید چجوری میشه مردم سرزمینی کشورشون یه پادگان نظامی باشه؟ این که شما میفرمایید به نظر من اونها هم روی خوش نمیبینند، برای اینکه دقیقاً یعنی این که زندگی نشون نخ... یعنی شما اگر از دید راهبردی یا استراتژیک به این مسئله نگاه کنید، این شرایط به نفع مردم اسرائیل هم نیست. خانم زیپی لیونی که مذاکره کننده ارشد اسرائیل با فلسطینی هاست، سه هفته پیش گفت ترس من از اینه که در عرض 10 سال آینده اسرائیل توسط فاشیستای داره بشه. اینو خانم زیپی لیونی میگه که وزیر دولت آقای نتانیاهو
خانوادش و به خصوص پدرش نقش مهمی در تأسیس اسرائیل داشتن و یکی از محافظه‌کاران اسرائیل، رهبر حزب کدیما بوده، یه موقع وزیر خارجه اسرائیل بود. این رو خانم زیپی لیونی میگه. حالا در پاسخ سوال بسیار خوب شما، بذارید به این نکته اشاره کنم. سال قبل هنرمند و فیلمساز ایرانی آقای محسن مخملواف رفت اسرائیل و در اسرائیل برنامه‌های گذاشت و اینا. این موضوع بسیار جنجال برانگیز شد و آقای مخملواف در توجیه سفرش به اسرائیل گفتش که این برای صلح بین مردم ایران و اسرائیل لازمه. اون موقع من یه مقاله نوشتم در نقد صحبت آقای مخملواف که در وبسایت گویا منتشر شد. گفتم که این صحبتی که آقای مخملواف میکنن در رابطه با مردم اسرائیل به نظر من حداقل ساده‌لوحیه و حد اکثر عوام فریبی. چرا؟ ببینید، از زمان تأسیس اسرائیل تا 1977 دولت‌های اسرائیل همگی چپ‌گرا و سوسیالیست بودن. حزب کارگر در اسرائیل حرف اول رو می‌زد و اینا چپ‌گرا بودن. چون چپ‌گرا بودن به طور نسبی مترقی بودن. و دقیقاً یتساک رابین نخست وزیر اسرائیل که در 1993 قرارداد صلح رو با یاسر عرفات در کاخ سفید، در جلوی کاخ سفید امضا کرد، ایشون رهبر حزب کارگر بود. ولی تندروهای اسرائیل یتساک رابین رو که یکی از قهرمانان اسرائیل، فرمانده ارتش اسرائیل، از اینها اون یتساک رابین رو هم تحمل نکردن. اینا یتساک رابین رو هم ترور کردن. واقعیت اینه که از 1977 که حزب لیکود برای اولین بار دولت اسرائیل به دستش افتاد و آقای مناهم بگین نخست وزیر شد و به خصوص از 1991 که شوروی سقوط کرد و مهاجرت کلیمیان از اروپای شرقی و شوروی به اسرائیل آزاد شد، ترکیب سیاسی جمعیت اسرائیل به طور کلی به هم خورده و این ترکیب سیاسی روز به روز به طرف جناح راست رفته. من عمیقا ایمان دارم که بخش مهمی از مردم اسرائیل خواهان صلح واقعی با مردم فلسطین هستن. من به این صحبتایی که خیلی از اسلامیست ها میگن که اینها همشون جاب، من به این اعتقاد ندارم. ولی نکته اینجاست، ما در اسرائیل انتخابات دموکراتیک داریم و مردم اسرائیل رأی میدن و رهبران خودشون انتخاب میکنن. اونهایی که واقعا خواهان صلح هستن باید خودشون رو سازماندهی کنن و اجازه ندن رهبران تندرو مثل نتانیاهو و جناح راست نتانیاهو دوباره سر کار بیان. کار به جایی رسیده که آقای نتانیاهو که 20 سال پیش جزء جناح افراطی اسرائیل بود، الان جزء سنتریست هاست. چون جناح‌هایی اومدن سر کار مثل آقای آویگدور لیبرمن، آقای نفتالی بنت و احزابشون که اینها آقای نتانیاهو رو معتدل نشون میدن. بنابراین مردم اسرائیل که انتخابات دموکراتیک دارن و همیشه طرفداران اسرائیل چیزی که میگن اینه، اسرائیل تنها دموکراسی در خاورمیانه است. خیلی خوب، اگر تنها دموکراسی در خاورمیانه است و مردم اسرائیل که من معتقدم که بخش مهمی از اونها خواهان صلح هستن، چرا اینا در پای صندوق‌های رأی نشون نمیدن؟ چرا مترقی‌ها رو انتخاب نمی‌کنن؟ چرا طرفداران صلح رو انتخاب نمی‌کنن؟ چرا دولت رو بر سر کار نمی‌میرن که یک مذاکره واقعی با مردم فلسطین انجام بشه که این مذاکرات منجر به صلح بشه که هم برای خودشون خوبه هم واسه فلسطین؟ یعنی این بس می‌بینید، به نظر من واقعیت اینه، اونهایی که به آقای نتانیاهو و احزابی مثل آقای نتانیاهو رأی میدن از شرایط کنونی راضین. چرا؟ بدنی که اسرائیل با کشیدن دیوار و جدا کردن شهرک‌های کلیمه نشین خوش در کرانه باختری رود اردن و جدا کردن اون از فلسطین و با سرکوب شدید فلسطینی‌ها تونسته یک امنیت کاذب نسبی در داخل اسرائیل به وجود بیاره. خیلی خوب، طرفداران آقای نتانیاهو هم از این وضع راضین. به اصطلاح آمریکایی میگن استاتوس کو. اینا به استاتوس کو راضین، یعنی شرایط کنونی رو راضی هستن. ولی همینطور که خدمتتون عرض کردم که آقای برنارد آویشای گفت این توهمه که ما اگه فکر کنیم چون سکوت هست، چون جنگ نیست، بنابراین ما صلح واقعی داریم. نه خیر، صلح واقعی سکوت نیست. ما در قبرستان هم که بریم صدا از هیچ کی در نمیاد، ولی همه مردن در قبرستان. ما سکوت در هیچ جا عمیق‌تر از قبرستان نیست. در قبرستان همه مردن. سکوت واقعی سکوت قبرستانیه. سکوت‌های دیگه در مورد چنین جا کاذبه. صلح واقعی فقط وقتی به دست میاد که هم حق مردم فلسطین داده بشه، هم مردم اسرائیل بتونن در
صلح و آرامش زندگی کنن، به طور که نگران آینده نباشن. بنابراین اگر مردم اسرائیل دست کم اون بخششون که خواهان صلح هستن، که نماینده هاشون همینایی که من خدمت شما عرض کردم، خانم امیرا هاست، آقای گیدئون لوی، آقای یوری افنری، آبراهام برگ، ببینید آبراهام برگ ایشون اسپیکر کنست بود، یعنی رئیس پارلمان اسرائیل بود، ایشون از پارلمان اسرائیل استعفا داد و اینجوری میگه، میگه که اسرائیل تن آخرین کشور استعماری غربه. Israel is the last colonial occupier of the western world. یعنی این رو آبراهام برگ میگه. آبراهام برگ کسی بوده که یک شخصیت سیاسی در دولت اسرائیل نقش داشته، رئیس پارلمان اسرائیل بوده. این رو آقای آبراهام برگ میگه. بنابراین وقتی که شخصیت های ما صلح طلبی مثل اینا در بین مردم اسرائیل داریم، اینها باید یک جوری خودشون سازماندهی کنن و اینها باید در پای صندوق های رک انتخابات دموکراتیک در اسرائیل برگزار میشه اینو نشون بدن. ببینید آقای دکتر، پس بنابراین شما میگید نوعی همدلی بین بر اساس نتایج انتخابات بین مردم و حاکمیت دیده میشه در اسرائیل، بین اون ده بخش از مردم که به آقای نتانیاهو و احزابی مثل آقای نتانیاهو در میدن. شاید سیستم انتخاباتی اسرائیل هم به نحوی با شباهت‌هایی داشته باشه با سیستم ایالات متحده آمریکا، اونجا هم قدرت‌های اقتصادی باشن که لابی بکنن. ببینید سیستم انتخاباتی اسرائیل اونجا که من میدونم اشکالات بسیار عمده‌ای داره که خود جناح‌های اسرائیل هم مورد خود جناح‌های اسرائیل هم اینو مورد بحث قرار دادن. در اسرائیل مردم به کاندیداها به طور انفرادی رأی نمیدن، در اسرائیل مردم به لیست احزاب رأی میدن، یعنی میرن به حزب کارگر رای میدن، به حزب لیکود رای میدن، به حزب کلیما رای میدن، بعد اون وقت بر حسب درصد رایی که اینها گرفتن از لیست انتخاباتی اونها اشخاص به پارلمان راه پیدا میکنن. یعنی مثلا فرض کنید حزب لیکود یه لیست میده 120 نفر و بعد مثلا فرض کنید 20% آرا رو به دست میاره، خب بعد مثلا میگن به طور نسبی 20% از 120 نفر لیست لیکود باید به پارلمان پیدا راه پیدا کنن که میشه 24 نفر. بنابراین اون 24 نفر اولی که در لیست هستن چیکار میکنن؟ به پارلمان راه پیدا میکنن. بله این فرق میکنه با سیستم آمریکا یا کشورهای غربی که در اون مردم به شخصیت ها به طور انفرادی رای میدن. بسیار خب، اینجا که حالا به احزاب رای میدن، ولی از نظر فایننس کردن، از نظر حمایت مالی این احزاب، رابطه این احزاب با به اصطلاح ارگان های مالی چجوریه؟ بله، اونها چجوری میتونن مشارکت بله شما نگو کنم. مثلا در همین آمریکا ما شخصیت هایی داریم که از اسرائیل به شدت حمایت میکنن و ثروتمند های عظیمی هم هستن، آقای شلدون ایدلسون که نصف لاستگاس مالیشونه و 10 میلیون دلار به آقای نیوت گینگریچ دو سال پیش واسه انتخابات داد و همین اون به شدت برزده آقای اوباما، پرزیدنت اوباما هست، ایشون پول زیادی در اونجا خرج میکنه و رابطه خیلی نزدیکی با حزب لیکود داره. ثروتمندان دیگه هم هستن، کمپانی های دیگه هم هستن. ببینید یه نکته دیگه هم که من خدمت شما عرض کنم، شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، گفتید که خب این کشور در حال جنگه. در مورد اصلا یه مسئله وجود داره که این در اینترنت هم هست، میگن همه کشورها یه ارتش دارن، اسرائیل ارتشیست که یه کشور داره. یعنی در واقع کشور در خدمت ارتشه، در خدمت نظامیانه. خب الان کمپانی های مثلا فرض کنید سکیوریتی امنیتی در اسرائیل به دلیل مبارزشون که با به اصطلاح تروریست ها انجام دادن، خب دارای مهارت های بسیار بالا هستن و اینها تکنولوژی های زیادی درست کردن که میفروشن و خیلی هم ثروتمند شدن. آقای نتانیاهو هم که خودش از لحاظ اقتصادی در جناح راست افراطی قرار داره و بنابراین ثروتمندا مثل آمریکا که قدرتشون بالاست اونجا هم همینطوره و تعداد فقیرهای اسرائیل هم روز به روز بیشتر میشه و در نتیجه بار این جنگ ها هرچی بیشتر مثل آمریکا داره سمت مردم فقیر اسرائیل میره.
ترکیب جمعیت اسرائیل که توی خدمتتون عرض کردم عوض شده. 1.5 میلیون مهاجر روسی ما داریم در اسرائیل که این 1.5 میلیون مهاجر روسی همه از راستای افراطی هستن. درش هم خیلی واضحه اینا در حکومت کمونیستی شوروی زندگی کرده بودن، حالا اومدن اینجا فکر می‌کنن آزادن. در این حال مهاجرت کلیمیان خیلی فقیر از آفریقا به شدت رفته بالا، بدون که شما مثلا سیاه‌پوستان کلیمی در اسرائیل زیاد می‌بینید. اینها سواد و دانش آنچنانی ندارن. معمولاً آدمایی که سواد و دانش آنچنانی ندارن، فقیرم هستن، خیلی راحت تحت تأثیر احزاب فوق ملی‌گرا، احزاب سوپر ناشنالیست مثل آقای نفتالی بنت، مثل آقای آویگدور لیبرمن، اینا قرار می‌گیرن. بنابراین این به اصطلاح ترکیب سیاسی جامعه اسرائیل عوض شده و همونطور که عرض کردم روز به روز به بیشتر به سمت راست رفته و معلوم نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم وقتی که خانم زیپی لیونی که وزیر خارجه اسرائیل بوده و الان وزیر کابینه دولت آقای نتانیاهو میگه من میترسم که در عرض 10 سال آینده اسرائیل توسط فاشیستا اداره بشه، وقتی که سیستم آموزشی اسرائیل خیلی خطرناک. ببینید این رو مثلا خانم امیرا هاس نمیگه که یه چپگرا روزنامه‌نگار چپگرا است، اینو کسی میگه که داره با فلسطینیا مذاکره میکنه، اینو کسی میگه که وزیر خارجه اسرائیل بوده، اینو کسی میگه که الان در دولت آقای نتانیاهو حضور داره، میگه من میترسم که این جریان داره میره ولی روز به روز ما این مملکت دست توسط فاشیستای داره بشه. سوال بعدی من از شما در رابطه با برخورد ایالات متحده آمریکا و اروپا با مسئله‌ای است که امروز باهاش مواجه هستند و این همه نسبت‌هایی که به اوباما داده میشه از نظر داشتن سیاست خارجی بسیار ضعیف، بد و غلط در رابطه با مسئله عرب و اسرائیل. اما به این سوال پاسخ خواهید داد بعد از پیام‌های بازرگانی تلویزیون اندیش. با هم به پیام‌ها نگاه می‌کنیم، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. محصولات پوستی لاکریما برگرفته شده از عصاره گیاه عقاقیا، حاوی کاتیکن، قوی ترین آنتی اکسیدان شناخته شده جهان، برطرف کننده چین و چروک و انواع لکه های پوستی، محافظت کننده از بیابی، اشعه آفتاب و جوش. لاکریما، حیات بخش پوست شما. سلام، مهندس خسرو مترجمی هستم، مبتکر دستگاهی تیوی باکس. تیوی باکس دستگاهی هستش که میتونید شبکه‌های ماهواره‌ای، فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و رادیوها رو بدون استفاده از دیش و ریسیور دریافت بکنید. خوشحال هستم طی 10 سال گذشته تونستیم این تکنولوژی منحصر به فرد رو به خونه صدها هزار نفر از شما ایزان بیاریم. برای سفارش دستگاه تیوی باکس با شما تلفن 818 518 1705 تماس بگیرید. مرسی. مرکز مسکونی مراقبتی نور، مجتمع استثنایی نور اکتیو لیوینگ سنتر به اطلاع می‌رساند. اولین مرکز شمال کالیفرنیا، شهر سانتا کلارا در بی ایریا به نام نور مخصوص نگهداری و پذیرایی از سالمندان ایرانی تهیه گردیده و آماده پذیرش داوطلبان است. در خانه نور ضمن تاکید به استقلال و تقویت توانایی‌های جسمی و روحی ساکنین، خدمات گوناگونی چون خدمات اولیه، بهداشتی غذایی شامل تغذیه سالم ایرانی پسند و متناسب با موقعیت جسمی هر فرد طبق دستورات پزشکی، ورزشی، هنری و سرگرم کننده، کمک‌های اولیه پزشکی چون نظارت بر مصرف دارو و بررسی حالات جسمی و روحی و کمک‌های لازم روزانه و همراهی در هنگام ملاقات با پزشکان. خانه نور آماده پذیرایی دائمی و یا موقتی در اتاق‌های خصوصی یا مشترک دو نفری از سالمندان عزیز می‌باشد. افراد زیر 60 سال با شرایط خاص پذیرفته می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 408-380-4036 تماس بگیرید. ایران محصر، دفتر خدمات سبتی، کنسولی و مهاجرتی به مدیریت دکتر مهدی حائری. اخذ مجوز انتقال پول از ایران از دولت آمریکا، دریافت حقوق بازنشستگی و انحصار وراثت، تنظیم قراردادهای تجاری، حقوقی،
تنظیم وکالتنامه و وصیت‌نامه، تایید امضا، ثبت ازدواج و طلاق در ایران و آمریکا، دریافت حکم عدم سازش، طلاق توافقی از دادگاه‌های ایران، به اجرا درآوردن مهریه در ایران، اخذ انواع ویزا، توریستی، سرمایه‌گذاری، کاری و دانشجویی. تلفن 818-344-3099 و 818-795-5771. ایران محصر. برای پخش پیام‌های بازرگانی خود در شبکه اندیشه با شماره 818-734-7100 و یا با سایت www.andishe.tv تماس بگیرید. بینندگان عزیز، در ادامه بررسی بحران خاورمیانه و درگیری شدید کنونی فلسطین و اسرائیل یا اسرائیل و فلسطین در خدمت آقای دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه USC و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. قبل از پیام‌های بازرگانی از آقای سهیمی پرسیدم که عکس العمل اروپا و آمریکا رو در این رابطه شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به پاسخ ایشون توجه کنید. ببینید جناب فروزنده، اولا ما عکس العمل دولت‌های غربی رو به دو دسته تقسیم کنیم. یکی آمریکایی‌ها هستن، یکی اروپا هست. در مورد آمریکا به نظر من پرزیدنت اوباما در دور دوم ریاست جمهوریش مایل نیستش که آمریکا رو وارد یک بحران خیلی عمیق جدید خاورمیانه بکنه. به هم دلیل ایشون در مورد عراق خیلی محتاط بوده، در مورد سوریه تا حدی محتاط بوده، در مورد اسرائیل هم همینطور. البته سخنگوی ایشون آقای جان کری، آقای جو بایدن، خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه، اینا همگی در صحبتایی که در انظار عمومی کردن از اسرائیل حمایت 100% کردن. ولی همین روز یک شنبه آقای جان کری که در برنامه فاکس تلویزیون شرکت داشت، قبل از که مصاحبه رسمی شروع بشه شنیده شد که ایشون به شدت از اسرائیل داشتن انتقاد میکردن، که مسخره میکردن که اسرائیل ادعا کرده بود که این حملاتی که به فلسطینی‌ها میکنه پین پوینت، یعنی دقیقاً میدونن کجا بزنن، و گفته بود آره به قول معروف جون خودشون خیلی پین پوینت، ما باید بریم اونجا، و به شدت از این موضوع انتقاد کرده. خب در آمریکا حامی اصلی اسرائیل، لابی اسرائیل و نفوذ اون در سنا و کنگره آمریکاست. بنابراین اگر آقای اوباما حتی اگر بخواد کاری هم بکنه، دستش توسط سنا و کنگره بسته است، اینا کاری نمیتونن بکنن. همین هفته پیش بعد از تمام این جنگ هایی که شده، در بودجه جدید نظامی پنتاگون واسه سال آینده حامیان اسرائیل 350 میلیون دلار بودجه بیشتر برای سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل گذاشتن. ببینید اینجوری. حالا در اروپای غربی به نظر من وضع اونطور نیست. همین پریروز در پارلمان بریتانیا یک بحث بسیار شدید در مورد حملات اسرائیل به غزه بود، که من از اونایی که اینو نگاه میکنن دعوت میکنم برن رو اینترنت ببینن. بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا به شدت به این موضوع، به اسرائیل در مورد این حملات انتقاد میکردن. از بینندگان برنامه دعوت میکنم که برن توی گوگل و بزنن آقای جرالد کافمن، که در مجلس لردهای انگلیس هست، در مجلس لردهای انگلیس هست، و خانواده ایشون در واقعه هولوکاست کشته شدن، برن اونجا و سخنرانی ایشون رو در مجلس لردها تماشا کنن. در مجلس لردها ایشون به شدت به سیاست‌های اسرائیل حمله میکنه و میگه که ما به اسرائیل کمک نکردیم که اسرائیل تشکیل بشه تا این اتفاقات بیفته. ما به اسرائیل کمک کردیم که تشکیل بشه که جایی بشه واسه مردم کلیمی، که بعد از ظلمایی که در جنگ دوم جهانی بهشون شد، که 6 میلیون نفرشون توسط نازی‌ها کشته شدن، حالا جایی داشته باشن. ولی نه اینکه بخواد این اتفاقا بیفته. ما می‌دونیم که در لندن و پاریس و بسیار از شهرهای غربی تظاهرات بزرگی بر ضد اسرائیل برگزار شده. کار به جایی رسید که آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که تظاهرات بر ضد اسرائیل ممنوعه. تظاهرات طرفداری از فلسطین در پاریس ممنوعه. بنابراین واکنش دولت‌های غربی رو با واکنش مردم باید جدا کنیم، واکنش آمریکا رو باید از اروپای غربی جدا کنیم. در این حال متاسفانه بخشی از مردم اسرائیل متوجه این موضوع نیستن. آقای جان کری این رو به رهبران اسرائیل چند ماه پیش گوشزد کرد و به خاطر اون بهش شدیداً اعتراض کردن. آقای جان کری یه سخنرانی گفتش که نهضت بایکوت، خروج سرمایه از اسرائیل،
و تحریم بر ضد اسرائیل که در زمان انگلیسی مخففش BDSA Boycott, Divestment and Sanction داره روز به روز قوی تر میشه. این نهضت در سطح مردم راه افتاده، در اروپا قویه، در آمریکا داره قوی تر میشه و این شرایط قابل ادامه نیست. بدانید که اگه این شرایط ادامه پیدا کنه متاسفانه دوباره ضد یهودیت در بسیاری از مردم شدید میشه و این به نفع مردم اسرائیل هم نیست. این در دراز مدت به نفع مردم اسرائیل نیست. مردم اسرائیل بالاخره بعد از هر چند مدت که بگیم 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال بالاخره تونستن یک کشور مستقل خودشون رو در فلسطین تشکیل داشته باشه. ولی با این کاری که دارن میکنن این کشور در شرایط خوبی قرار نداره و این کشور روز به روز به نظر من داره وضعش بدتر میشه. ما فقط نباید 5 متر جلوتر خودمون رو نگاه کنیم یا 10 متر جلو خود، ما باید یک نگاه راهبردی و استراتژیک داشته باشیم. باید ببینیم که این کشور داره کجا میره. اینجور جنگ ها هم نفرت از مردم اسرائیل رو در سطح جهان زیاد میکنه و هم نفرت از اعراب رو در بین مردم اسرائیل. آیا واقعا ما همچین چیزی میخواییم؟ ما میخواییم که دو گروه از مردم انقدر از همدیگه نفرت داشته باشن؟ واقعا نمیخواییم. منی که مسلمانم، به دینم اعتقاد دارم، نمیخوام یه چنین چیزی رو ببینم. من میخوام مردم فلسطین کشور خودشون داشته باشن، در صلح زندگی کنن، اسرائیلی هم در صلح و آرامش زندگی کنن. ولی این به دست نمیاد مگر اینکه اسرائیل و مردمش مبارزه مشروع مردم فلسطین رو برای تاسیس کشور مستقل خودشون به رسمیت بشناسن. با یکی از دوستان کلیمی در دانشگاه UC که ایشون هم استاده صحبت میکردم راجع به همین موضوع. یه نکته که من به ایشون گفتم که ایشون حق رو به من داد این بود، گفتم که اگر بین همه مردم جهان یه گروه از مردم باشن که درد مردم فلسطین رو درک کنن، این گروه باید کلیمیا باشن، این گروه باید مردم اسرائیل باشن. چون مردم اسرائیل و کشور اسرائیل بر مبنای ظلمی که به مردم کلیمی و اسرائیل شد تشکیل شد، به خاطر واقعی هولوکاست، به خاطر خیلی چیزای دیگه. بنابراین این مردم باید بهتر از هر مردم دیگه‌ای در سطح جهان درک کنن که فلسطینی‌ها چی می‌کشن. درک کنن که همونطور که اونها کشور مستقل خودشون رو می‌خوان و دارن، فلسطینی‌ها باید کشور مستقل خودشون داشته باشن. تا زمانی که این نکته مورد قبول رهبران اسرائیل و بخشی از مردم اسرائیل قرار نگیره، میگم بخشی از مردم اسرائیل چون واقعا معتقدم که بخشی از مردم اسرائیل واقعا طرفدار صلح واقعی هستن، طرفدار پایان دادن به وضعیت کنونی هستن، طرفدار در صلح زندگی کردن در کنار مردم فلسطین هستن. ولی تا زمانی که رهبران کنونی اسرائیل و جناح راست افراطی اسرائیل و هوادارانشون که میرن به اینا رأی میدن متوجه مشروعیت مبارزه مردم فلسطین برای آزادی سرزمین‌های خودشون نشن، این وضعیت ادامه خواهد کرد. این موضوع ربطی به حماس نداره. اگر حماس هم فردا از بین بره، یه گروه دیگه میاد. حماس بره، جهاد اسلامی بره، یه گروه دیگه میاد. آقای دکتر سمی، نقش قدرت‌های منطقه‌ای چیه؟ اینا کجا ایستادن؟ جمهوری اسلامی در کجاست؟ جمهوری اسلامی چه نقشی رو داره؟ جمهوری اسلامی به نظر من شکی نیست که جمهوری اسلامی بنزین میزه روی این آتیش. یعنی هر کسی بخواد اینو انکار کنه یا نمیدونه در دنیا چه خبره یا داره دروغ میگه. شکی نیست که اسرائیل با جمهوری اسلامی با کمکش به جهاد اسلامی و حماس به این آتش افروزی کمک میکنه. ولی همونطور که من در مقالم گفتم، بهترین راه این که دست جمهوری اسلامی رو از این کوتاه کنی اینه که مسئله فلسطین رو به طور عادلانه حل کنی. عربستان سعودی کجا ایستاده؟ عربستان سعودی سکوت کردن. عربستان در مورد ایران یک اتحاد نانوشته با اسرائیل داره و اینا سکوت کردن. آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از آقای حسنی مبارک بدتر عمل کرده، چون آقای حسنی مبارک وقتی رئیس جمهور بود همون روز اول برخورد اسرائیل و فلسطینیا سعی میکرد که چیکار کنه، آتش بس برقرار کنه، میانجیگری کنه. آقای السیسی 10 روز صبر کرده تازه یه طرح داده. و بعد جنجال عظیمی هم که رفت این که اسرائیلیا قبول کردن ولی حماس قبول نکرد. خب حماس واسه چی قبول نکرد؟ حماس گفتش که اگر این آتش بس رو قبول کنیم شرایط دوباره مثل گذشته بشه ما قبول نمی کنیم. محمود عباس کجاست؟ محمود عباس محکوم کرده این حملات رو. ولی محمود عباس قدرتی با آنچنانی نداره. اردن
حالت چیز داشت، حالت بیطرف داشت، ولی در عرض یکی دو روز گذشته به علت اتفاقاتی که در غزه افتاده یه مقدار به طرف مردم فلسطین اومده. ببینید حرفی که بار آخری که بین اسرائیل و غزه آتش بس برقرار شد با میانجی‌گری آمریکا و مصر، قول‌هایی که اسرائیل داده بود این بود: اولا مرزهای دریایی غزه رو بیشتر کنه به طوری که مردم فلسطین و غزه بتونن ماهیگیری کنن و اقتصادشون از اینا یه مقدار رونق بدن. ثانیا قرار بود که مرزهای حماس رو، مرزهای غزه رو باز کنن که کالا بتونه وارد غزه بشه، اقتصاد رونقی بگیره و رفت و آمد یه مقدار آزادتر بشه. ولی اسرائیل بهش کدوم از اینا عمل نکرده. یه عده از طرفداران سرسخت اسرائیل میگن آقا اسرائیل غزه رو تخلیه کرد در سال 2007. اسرائیل غزه رو در سال 2007 تخلیه کرد، ولی تمام مرزهای هوایی، دریایی و زمینی غزه توسط اسرائیل کنترل میشه. من معتقدم و مثل من میلیون ها آدم هستن که نوار غزه بزرگترین زندان بدون سقف جهانه. نوار غزه بزرگترین زندان بدون سقف جهانه، زندانی که در اون 1,820,000 فلسطینی زندگی میکنن، ولی زندانیان. همون توی آقای خانم امیر هاسکوف، وقتی شما نوار غزه رو تبدیل به کانسنتریشن کمپ میکنید، انتظار نداشته باشید که مردم تونل نکنن تا نخوان از این زندان آزاد بشن. این بزرگترین زندان سرباز جهان. آقای دکتر، با توجه به تسلط شما به پرونده هسته‌ای ایران و اینکه مذاکرات بعد از 6 ماه و در پایان دور دوم مذاکرات به جایی نرسیدیم، فکر می‌کنم در این چند دقیقه وقت باقی مانده اگر مایل باشید این مقدار توضیح بدید این تمدید وقت به چه معنی است. از یه طرف ابراز خوشبینی میشه، امروز من به صحبت‌های سخنگوی خانم کاترین اشتون داشتم گوش می‌کردم، خیلی وضع بد نیست، یعنی احتمال داره بعد از این 4 ماه احتمال داره که به یه توافقهایی برسند، ولی چرا ما به توافق نرسیده؟ این جریان 190,000 سانتریفیوژی که آقای خامنه‌ای عنوان کرده این تا چقدر جدی است؟ ببینید اولا به نظر من خودم شخصا خوشبینم، چون در مذاکرات در عرض 6 ماه گذشته پیشرفت‌های مهمی حاصل شده. 4 موضوع مهم در این مذاکرات مورد بحث قرار گرفته: راکتور عراق که قادر پلوتونیوم تولید کنه که برای بمب‌سازی میتونه استفاده بشه، تاسیس فوردو که در زیر کوه و قابل ویران شدن با بمب با حملات بمباران اینا نیست، تاسیسات نتنز و تعداد سانتریفیوژ هایی که در ایران میتونه داشته باشه و مدت توافق برای این بین ایران و 5+1 و برداشتن تحریم ها. حالا در مورد 2 موضوع مهم به نظر میسه توافق حاصل شده. تاسیس فوردو قراره که تبدیل بشه به یک مرکز تحقیقاتی و سانتریفیوژهایی که در اونجا هستن باز بشن. غرب قبلا میگفتش که اصلا این تاسیسات باید بسته بشه، ایران گفته بود ما به هیچ عنوان نمیبندیم. حالا توافق شد که اینو تبدیل به یک مرکز تحقیقاتی کنن، سانتریفیوژها رو باز کنن، بنابراین نمیتونه مورد استفاده نظامی قرار بگیره. راکتور عراق رو ایران قبول کرده که یه مقدار طراحیشو عوض کنه که تولید پلوتونیومش به شدت پایین بیاد. تعهد هم داده که تاسیسات پردازش دوباره سوخت راکتور انجام نده که نتونه پلوتونیوم رو جدا کنه و در واقع اون سوخت راکتور، سوخت مصرف شده راکتور که پلوتونیوم داره به خارج بفرسته. بنابراین مسئله عراق هم حل شده. موضوع مهم در حال حاضر تعداد سانتریفیوژهایی که ایران میتونه داشته باشه. آقای خامنه‌ای، من اتفاقا در یه مقاله که در وبسایت ایران وایر همین چند روز پیش منتشر کردم به زبان انگلیسی اینو موضوع توضیح دادم. آقای خامنه‌ای راجع به 190,000 سانتریفیوژ صحبت نکرد. آقای خامنه‌ای راجع به 190,000 SW U یا SU در فارسی میگن SU صحبت کرد. SW یعنی Separative Working Unit. شما وقتی یه سانتریفیوژ دارید، این سانتریفیوژ یه کارایی داره برای جدا کردن اورانیوم 235 238. سانتریفیوژ اولی ایران کاراییشون 1.2، یعنی وقتی که ما میگیم 190,000 SWU، شما باید 190,000 رو تقسیم بر 1.2 کنید، این میشه تعداد سانتریفیوژی که از اون نوع دارید که مثلا میشه 150,000. ولی ایران همین الان سانتریفیوژ IR2 رو ساخته، IR4 رو ساخته، IR5 ساخته، IR6 رو ساخته. سانتریفیوژ IR6 SWUش حدود 5ه.
بنابراین 190 هزار تقسیم بر 5 میشه 38 هزار سانتریفیوژ. بنابراین اگه فرض کنیم تمام سانتریفیوژ بشه آیاشیش، تعداد سانتریفیوژ در ایران میشه 38 هزار. بعدم آقای خامنه گفت الان ما میخوایم، و این در دراز مدته، ما الان از لحاظ نه نیازی بهش داریم و نه از لحاظ تکنولوژی در اونجا هستیم که همین الان بتونیم داشته باشیم. غرب میخواد که ایران تعداد محدودی سانتریفیوژ داشته باشه. ایرانی ها در مذاکرات اول از 50 هزار تا شروع کردن، بعد کردن 100 هزار تا، حالا اومدن پایین. در آخرین پیشنهادی که آقای ظریف به 5 به اضافه داده، ایران پیشنهاد کرد که تعداد سانتریفیوژی که ایران همین الان داره رو حفظ کنن، که 9500 تاش داره کار میکنه، حدود 10000 تاش هم هست ولی کار نمیکنه، و مدت قرارداد هم 3 تا 7 سال باشه. معنیش که در عرض این 7 سال به عنوان مثال ایران سانتریفیوژ جدید اضافه نمیکنه و سطح اینو در این نگه میداره. در این حال یک موضوع مهم دیگه هم که خدمت شما باید عرض کنم که فراموش کردم، که این موضوع هم حل شده، قبول این تصمیم از طرف ایرانه که قبول کردی که اورانیوم رو در سطح 20 درصد دیگه غنی سازی نکنه، فقط در سطح 3 تا 5 درصد باشه. در این حال ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یه قرارداد بستن که اجازه بده آژانس بیشتر از تاسیسات هسته‌ای ایران دیدن کنه، و آژانس هم در همین گزارشی که پریروز منتشر کرد گفت ایران به تمام تعهدات خوش عمل کرده و پیشرفت حاصل شده. بنابراین این جای خوشبینی رو میذاره. حالا غرب هم به نظر من، هم غرب هم جمهوری اسلامی باید در این مورد تصمیم‌های بزرگی رو بگیرن. هم جمهوری اسلامی، حالا با مخالفت اون با جمهوری اسلامی همه سر جای خودش، ولی به هر حال آنچه که مسلمه این مذاکرات خیلی مهمیه. اینها باید متوجه این واقعیت بشن که به تمام آنچه که میخوان در حال حاضر نمیتونن برسن، و بنابراین باید برنامه هسته‌ای رو فعلا محدود کنن. در این حال غرب هم باید متوجه بشه که آقای روحانی، اصلاح طلبان، معتدلان، عملگراها در ایران محدودیت‌های خودشون رو دارن. ما همینطور که در واشنگتن مخالفت با چنین قراردادی داریم، ما در تهران هم مخالف با این قرارداد داریم. ما همینطور که در واشنگتن تندرو داریم، در تهران هم تندرو داریم. بنابراین هم تندروهای تهران هم تندروهای واشنگتن نمیخوان چنین قراردادی بسته بشه. بنابراین به صلاح هر دو مملکته که این قرارداد به توافق برسه. لازمه این توافق اینه که هر دو طرف قبول کنن که با یه سری امتیازا رو بدن تا یه سری امتیازا رو بگیرن. نمیشه که فقط یک طرف همه امتیازا رو بده و یک طرف به اصطلاح آنچه که میخواد رو به طرف دیگه دیکته کنه. من به این مذاکرات خوشبینم، ولی حالا باید ببینیم که در عرض 4 ماه آینده چه اتفاقی میفته. یعنی شما فکر میکنید تغییر خانم کاترین اشتون که دورش به پایان میرسه تاثیر منفی آنی نداره در این مذاکرات، چون این خانم ظاهرا در رهبری این مذاکرات آدم موفقی است؟ آدم موفقی بوده، ولی قرار تا اونجا که من میدونم قرار برای این شده که حتی وقتی که خانم کاترین اشتون از سمت خودشون به عنوان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کنار برن، هنوز رئیس هیئت نمایندگی 5 به اضافه در مذاکرات با ایران باقی بمونه، و آقای ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا که قرار بود بازنشسته بشن، بازنشستگی خودشون تا اکتبر به تاخیر انداختن که در این مذاکرات شرکت کنن. در این حال مدت قرارداد 4 ماهه که میشه 24 نوامبر. 24 نوامبر انتخابات کنگره در آمریکا انجام شده، و بنابراین این اصلا 4 ماه یک انتخاب استراتژیکه. اگر سنای آمریکا کنترلش به دست جمهوری خواه بیفته، وقت معلوم نیست که در ماه ژانویه چه اتفاقی میفته. بنابراین این 24 نوامبر رو انتخاب کردن که در فاصله بین 24 نوامبر تا هفته دوم ژانویه که سنای آمریکا هنوز در کنترل دموکرات‌هاست، اگر توافقی شد این توافق رو بتونن در سنای آمریکا ببرن، چون چیزای خارجی رو مثلا قرارداد خارجی فقط سنا باید تصدیق کنه، کنگره نقشی نداره، بتونن در سنا ببرن و به تایید سنا برسونن. حالا اگه توافق حاضر بشه، یعنی قبل از انتخابات جدید سنای آمریکا، نه قبل از شروع دوره جدید سنای آمریکا، انتخابات در چهار بله در ژانویه، در ژانویه بله. یعنی اگر کنترل سنا به دست جمهوری خواه بیفته، این کنترل در ماه ژانویه خواهد بود. تا ژانویه هنوز چون سناتور جدید اوباما وقت داره، وقت بله. تا ژانویه، برای اینکه این قرارداد رو بقبولونه بره. دقیقاً و اگر دیر به جنبه ممکنه ممکنه نشه. بله اتفاقا این موضوعی است که مورد توجه ایرانی هم هست، چون ایرانی ها چیزی که مثلا آقای ظریف بارها گفته اینه که خیلی خب ما به همه حرفایی که شما زدید رو قبول کنیم، اجرا بکنیم، آژانس هم بیاد تایید کنه. شما چه تزیینی به ما میدید که مثلا لابی اسرائیل یا تندروهای آمریکا مانع از به اصطلاح برداشتن این تحریم‌ها نشه؟ چون تندروهای کنگره حرفایی میزنن که اگه قرار باشه اون حرفا اجرا بشه، توافق هیچ موقع حاصل نمیشه که هیچ جنگ هم راه میافته. میدونید بنابراین این هم خودش یه موضوع مهمیه، ولی من شخصا خوشبینم که این قرارداد
به امضا خواهد رسید، توافق حاصل خواهد شد. آقای اوباما به نظر من، شما تیم مذاکره کننده ایران رو چجوری ارزیابی؟ به نظر من تیمی بسیار ماهر و با تجربه. این رو حتی آمریکایی‌ها هم قبول دارن. شما اگر به روزنامه‌های مهم آمریکا، حتی کسایی مثل به عنوان مثلا دیوید سنگر که نویسنده نیویورک تایمز و همیشه راجع به این موضوع می‌نویسه، آقای دیوید سنگر همیشه از تیم مذاکره کنندگان خیلی تعریف می‌کنه، میگه یک تیم سافیستیکیتد، خیلی سطح بالا، اکسپریانس، خیلی با تجربه، تاف، خیلی محکم و خیلی هم همشون به زبان انگلیسی مسلط و خیلی خوب حرف میزنن. احتیاج به مترجم و دیلماج و اینا دیگه نیست. مثلا آقای عباس عراقچی یا آقای تخت روانچی، اینا همه خیلی خوب هستن. خود آقای ظریف که انگلیسی رو البته مثل بنده لهجه داره، ولی خب انگلیسیشون با اوشکلاجی انگلیسی خیلی خوبیه. هیچ احتیاج به میان واسطه و میانجیگر و اینا ندارن و به نظر من خیلی خوب هم صحبت کردن. و ببینید موضوع اینه، اگر غرب میخواد در مورد برنامه هسته‌ای رام توافق برسه و این مسئله رو به عنوان یک موزل مهم بین‌المللی حل کنه، وقتش الانه. یعنی اگر اینها با دولت روحانی و آقای ظریف نتونن به توافق برسن، با احدی به توافق نمیتونن برسن. اینها آقای ظریف و دولت‌های روحانی میخوان که به توافق برسن و تونستن آقای خامنه‌ای را مجاب کنن که ازشون حمایت کنه، ولی آقای خامنه‌ای و تندروهای تهران تا ابد این حمایت رو ادامه نخواهند داد. آقای روحانی و آقای ظریف باید نشون بدن که مذاکراتشون با غرب مفید بوده. پایان تحریم، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. پایان تحریم، بله، به نفع مردم ایرانه یا به نفع رژیم ایران؟ ببینید، من به چنین تقسیم بندی معتقد نیستم، ولی چیزی که بهش معتقدم اینه اونهایی که خواهان دموکراسی واقعی در ایران هستن و حکومت دموکراتیک با در ایران هستن، باید از تنش زدایی بین ایران و کشورهای خارج استقبال کنند. فقط در یک جو بدون تنش و بدون تحریم، تهدید و تحریم خارجی، نیروهای دموکراتیک در ایران میتونن جون بگیرن و نیروهای دموکراتیک در ایران میتونن فعالیت کنن. تا زمانی که تهدید بر علیه امنیت ملی ایران وجود داشته باشه، تندروهای تهران میتونن از این موضوع به عنوان بهانه استفاده کنن و سرکوب خودشون در ایران بر علیه نیروهای دموکراتیک و آزادی بخش ادامه بدن. کما اینکه بعد از آمریکا به عراق حمله کرد، تندروها در تهران مسلط شدن و اصولا یکی از دلایلی که آقای احمدی نژاد در سال 2005 به ریاست جمهوری رسید، همین تهدید بر علیه امنیت ملی ایران در سال 2003 تا 2005، عدم اجرای قول کشورهای اروپایی به دولت آقای روحانی در مورد برنامه هسته‌ای و مسائل دیگه بود. بنابراین از این دید، از دید منی که دوست دارم در ایران یک حکومت دموکراتیک سر کار بیاد، تنش زدایی همیشه به نفع نیروهای دموکراتیک است. نیروهای دموکراتیک فقط در شرایطی میتونن صدای خودشون رو بلند کنن که تهدید خارجی بر علیه امنیت ملی وجود نداشته باشه. در همین آمریکا وقتی که در واقع 11 سپتامبر به آمریکا حمله شد، جو در این کشور به شدت امنیتی شد که هنوز هم که این جو ادامه داره. کار به جایی رسید که مخالفت با هجوم آمریکا به عراق ضد میهنی بود، بدون اینکه جو امنیتی به شدت در این کشور برقرار شده بود. خب چرا؟ بدون اینکه اون موقع هم تهدید بر علیه امنیتی ملی آمریکا وجود داشت. یعنی حتی دموکراتیک ترین مملکت دنیا که ما فرض کنیم آمریکاست، وقتی که مورد تهدید یک نیروی خارجی قرار میگیره و امنیت ملیش تحت خطره، نیروهای تندرو در این کشور صداشون رو بلند میکنن و آزادی های مردم رو چیکار میکنن؟ پایمال میکنن یا کنار میذارن یا به حالت تعلیق در میارن. از حضورتون در برنامه بسیار سپاسگزارم، امیدوارم شما رو بیشتر داشته باشم. خیلی متشکرم آقای فروزنده از دعوت شما برای شرکت در این برنامه. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام همه مردم، به کام شما، به کام مردم اسرائیل و به کام مردم فلسطین باد. سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، گل 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 آفتابو میکا.
ستاره داره جان جان یه جنگ.